سلام، این 13 قسمت از پادکست گلبانگ شجریان است. در این قسمت به آلبوم سپیده میپردازیم. دست اندر کاران این قسمت: تهیه کننده و نویسنده رامین قدردان، گوینده مرجان مقصودلو، دکلمه اشعار مهتاب امیرخانلو. سپیده که در گذشته با نام چاوش 6 شناخته می شد، ششمین آلبوم موسیقی از مجموعه 12 آلبوم کانون فرهنگی و هنری چاوش است که در آذر ماه سال 1358 در دانشگاه ملی شهید بهشتی کنونی به آهنگسازی استاد محمد رضا لطفی در دستگاه ماهور اجرا شد. محتوای موسیقایی این آلبوم مرتبط با حوادث و شرایط اجتماعی ایران در زمان وقوع انقلاب 57 است. این اثر در گذشته با نام چاوش 6 توسط کانون چاوش به بازار آمد و امروزه توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا زیر نظر زنده یاد استاد محمد رضا لطفی در قالب سیدی و با نام سپیده منتشر شده است. نکته جالب توجه این که این اثر به صورت اتفاقی توسط کیوان ابتهاج، فرزند استاد هوشنگ ابتهاج، در حین اجرای کنسرت ضبط شده است. هنرمندانی که در این اثر به نوازندگی پرداختند عبارتند از محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار، زیدالله طلویی تار، مجید درخشانی تارباس، پشنگ کامکار سنتور، عبداللقی افشارنیا نی، اسماعیل صدقی آسا عود، بیژن کامکار رباب، هادی منتظری کمانچه و ارژنگ کامکار تنبک. آلبوم سپیده با قطعه مهیج با نام بشارت در دستگاه ماهور آغاز می شود. در میانه قطعه بشارت، استاد شجریان با شعری از سایه درآمد ماهور را اجرا می کنند. Shalom.
پس از درآمد گوشه گشایش را می شنویم. همانطور که از نام این گوشه پیداست، از طریق این گوشه دستگاه ماهور باز می شود و راه یابی به گوشه های دیگر میسر می گردد. در واقع هرگاه روی درجه دوم گام ماهور ایست کنیم، گوشه دیگری را آغاز می کنیم که به آن گوشه گشایش می گویند و ملودی از حالت درآمد ماهور در می آید. در مکتب اصفهان گوشه ایست به نام راست که از لحاظ ملودی شباهتی با گوشه گشایش دارد. این گوشه بسیار حزن‌انگیز است و در آوازهای دیگر ایرانی با نامهای متفاوتی ثبت شده. مثلا در آواز دشی و اصفهان به آن جامدران می گویند. نوت شاهد این آواز روی درجه چهارم گام ماهور بوده و گستره ملودی تا درجه پنجم گام ماهور می باشد. پس از گوشه های درآمد و گشایش، نوبت به اجرای گوشه راک می رسد. بیشتر مشخصات گوشه های راک شبیه به گوشه های نهیب و عراق است، با دو تفاوت عمده. درجه ششم ماهور در راک ربع پرده بمتر می شود و درجه هفتم ماهور نوت متغیر نیست. به این ترتیب، این نوت ششم تغییر یافته نوت آغاز گوشه است و درجه هشتم ماهور نوت شاهد آن است. علارغم شباهت کلی مد گوشه های راک با گوشه های نهیب و عراق، تغییر همین دو درجه برای تفاوت فضای موسیقایی آنها کافی است و تشخیص آنها از یکدیگر را آسان می کند. همین تفاوت ها باعث می شود که در فاصله درجات پنجم تا نهم ماهور، گوشه های راک از نظر فواصل با دستگاه چارگاه مطابق شوند، چیزی که در گوشه های نهیب و عراق شنیده نمی شود.
از اجرای قطعه بشارت، استاد محمد رضا لطفی دقایقی به تکنوازی تار در دستگاه ماهور می‌پردازند و سپس ساز و آواز ادامه می‌یابد. زمان قرعه نو می‌زند به نام شما، خوشا شما که جهان می رود به کام شما. در این هوا چه نفسها پر آتش است و خوش است که بوی عود دل ماست در مشام شما. تنور سینه سوزان ما به یاد دارید که از آتش دل ما پخته گشت خام شما. فروغ گوهری از گنج خانه دل ماست، چراغ صبح که بر می دمد ز بام شما. ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود که نقش طلعت خورشید یافت شام شما. زمان به دست شما می دهد زمام مراد، از آن که هست به دست خرد زمام شما. همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک، شد از امان زمین دانه چین دام شما. به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد، که چون سمند زمین شد سپهر رام شما. به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید که پرنوش باد جام شما. پس از تکنوازی تار، استاد شجریان آواز را با اجرای گوشه داد از سر می گیرند. تنور سینه سوزان ما به یاد آری، تنور سینه سوزان ما به یاد آری، که از آتش دل ما پخته گشت خام شما. فروغ گوهری از گنج خانه دل ماست، فروغ گوهری از گنج خانه شب ماست. چراغ صبح که بر می دمد ز بام شما. پس از جملات اول و دوم گوشه داد، استاد شجریان جمله سوم را این بار در محدوده اوج صدای خود اجرا می کنند. چه نفس ها پر آتش است
سپس گوشه حصار را می شنویم. این ملودی در بیشتر اوقات در هنگام فرود به ماهور استفاده می شود و در پایان اشاره‌ای به درجه ششم کرده و دوباره به تونیک بر می گردد. نوت شاهد روی درجه چهارم گام ماهور و گستره ملودی تا درجه ششم گام ماهور است. استاد شجریان انتهای گوشه حصار را به شکسته وصل می کنند تا بیت بعدی غزل را در شکسته اجرا کنند. زمان به دست شما می دهد زمان مرا، زمان به دست شما می دهد زمان مرا، دست خرد زمان شما ای دل، اکنون آواز وارد گوشه شکسته می شود. سپس جمله دوم گوشه شکسته را می شنویم که در آن اشاره های هم به گوشه دلکش می شود. پس از شکسته گوشه فعلی را می شنویم. این گوشه از درجه اول به طور پلکانی به درجه پنجم صعود می کند و به طرز شیرینی به درجه اول گام برمی گردد. نوت شاهد این گوشه روی درجه پنجم گام ماهور و گستره ملودی تا درجه هفتم گام ماهور می باشد. گوشه فعلی از گوشه‌های اصلی آواز ماهور است،
چون از گام ماهور بیرون نمی رود. ز صدر آینه کردار صبح خیزان بود که نقش طلعت خورشید یافت شام شما، که نقش طلعت خورشید یافت شام شما. سپس استاد شجریان با اجرای تحریری در گوشه عراق زمینه را برای اجرای تصنیف ایرانی ساخته استاد پرویز مشکاتیان فراهم می سازند. شعر این تصنیف را زنده یاد جواد آذر سرودند. در انتهای تصنیف گوشه راه را می شنویم و سپس فرود به ماهور. با خاری در روزگار ننگ باشد زندگانی، با خاری در روزگار ننگ باشد زندگانی، مرگ به تا چنین زنده مانی. Ninja!
پس از تصنیف ایرانی، اساتید محمد رضا لطفی و پشنگ کامکار لحظاتی به هم نوازی تار و سنتور می پردازند. پس از همنوازی، ساز آواز ماهور از گوشه عراق ادامه می‌یابد. استاد پشنگ کامکار با ساز سنتور آواز استاد شجریان را پاسخ می‌دهند. همای اوج سعادت که می‌گریخت خاک، همای اوج سعادت سپس جملات دیگری در گوشه عراق اجرا می شوند و سرانجام آواز به درآمد ماهور فرود می آید.
زیر ران تر زین کنید اسب ما به زیر ران تر زین کنید اسب ما که چون سمند زمین شد ستاره رام شما به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی طرب کنید که پرنوش باز جام شما طرب کنید که پرنوش باد جام شما. پس از پایان ساز آواز ماهور، ساز آوازی دیگر با شعری از سایه در گوشه نیریز آغاز می گردد. این گوشه در دستگاه نوا نیز قابل اجراست، اما مختصات آن در این دو دستگاه متفاوت است. در ماهور گوشه نیریز بر درجه دوم ماهور استوار است و درجه سوم ماهور ربع پرده بمتر می شود. به این ترتیب نوت ایست آن درجه دوم ماهور و نوت شاهدش درجه سوم تغییر یافته است. نوتی که دو درجه بمتر از نوت ایست است وجه تفاوت نیریز بین ماهور و نواست. در ماهور این نوت به کار باقی میماند تا فضای ماهور حفظ شود، اما در نوا یک ربع پرده بمتر است. چو آتش
دل دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون، نگر تا این شب خونین سحر کرد چه خنجرها که از دلها گذر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. گوشه نیریز به خاطر تغییر درجه سوم ماهور می تواند راه دیگری برای پرده گردانی از ماهور به شور و متعلقات آن فراهم کند که در گوشه شکسته بیشتر معمول است. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد، زهر خون دلی سر بیگت افراشت، زهر سر بیگ تزر بیگ نغم برداشت، صدای خون از تزر باست دل این یادگار خون سرست. پس از پایان ساز و آواز نوبت به اجرای یکی از ماندگارترین تصانیف تاریخ موسیقی ایران میرسد. تصنیف سپیده به آهنگسازی استاد محمد رضا لطفی و شعر سایه. تصنیف ایران ای سرای امید در همون روزهای نخست انقلاب 57 ایران ساخته شده و بنابر گفته های استاد محمد رضا لطفی خودشان را در شب پیروزی انقلاب ایران به رادیو برد و آن را پخش نمود. استاد هوشنگ ابتهاج در مستند لطفی چهار فصل توضیحاتی در رابطه با تصنیف سپیده بیان کردند. میشنویم. یه روز من و لطفی و شجریان رفتیم تلویزیون، رفتیم گفتیم آقا ما آمدیم به شما بگیم که ما و تمام بچه های گروه آماده ایم که هر کمکی بخواییم بهتون بکنیم. چرا اون با تکبر و چیز نه آقا ما احتیاج نداریم فلان از این حرف، ما دومونو گذاشتیم رو کوله و آمدیم بیرون. خیلی سرفکنده واقعا. همین سرود سبیه رو لطفی یک کپی گرفت و برد به تلویزیون داد، پخش نکرد. بعد چند ماه یه روز تلفن باران کردن خونی ما، گفتن فوراً این سرود سبیه رو به ما برسونی، بگه ما به شما دادیم. بودن نمیدونیم چی شده. دوباره لطفی رفت به استودیو بل یک کپی دیگه گرفت برد بینا داد. یه دیگه چه روز پخش میگرد ایران سرای امید رو کنه.
با همه این تفاسیر، این تصنیف از دل تاریخ برآمد و در دل تاریخ نیز جاودانه شد. برنامه‌ای که شنیدید ارائه‌ای بود از رسانه گلبانگ شجریان. در این سری از برنامه‌ها سعی می‌کنیم به معرفی دوباره و تحلیل مختصر آثار استاد محمد رضا شجریان بپردازیم. این پادکست سه روز پس از انتشار در پلتفرم ساندکلاود و کست باکس در وبسایت گلبانگ شجریان به نشانی shajarianfans.ir ارائه می‌گردد. تا برنامه بعد، خود نگهدار.